هموطنان گرامی، خانواده عزیز، درود بر شما. در کنار مسائل سیاسی و اخبار ناگواری که از افغانستان میرسه و ما روزانه یا شبانه شرحش گزارشاتش در اختیار شما قرار میدیم، متاسفانه گزارشات دیگه هم میرسه از مناطق پرنفوذ کابل، حتی از ولایات و از چند ولایات کشور در مورد خطر بسیار هولناک کمبود آب، یعنی تهاجم قحطی آب یا کمبود آب در افغانستان ممکن است بسیار به مراتب از تهاجم اجتماعی و سیاسی و طالبان و جنگ هایی که در گرفته. به این ارتباط ما به خاطر از اینکه مردم کابل در جریان باشه، هموطنان ما در هر گوشه از دنیا که هستند یک تصویری از وضعیت کمبود آب در کشور داشته باشند و راه های حلش، ما از جناب دکتر عبدالحنان روستایی متخصص زمینشناسی در ساکن آلمان و یکی از کسایی که در این رشته تحصیلات و تجارب داره دعوت کردم که تا همین مسئله را بررسی کنیم که مسئله کمبود آب خصوصا در شهر اضافه از 5 میلیونی کابل با چه ترتیب است. ما پیشترم یادآور شدم به جناب روستایی که 15 سال پیش در کابل در یکی از کارگاه های مؤسسات بین‌المللی، ما شخصا شنیده بودم از کسایی که بررسی میکردن وضعیت، میگفتن که تا 15 سال بعد آب کابل آلوده میشه، از بین میره، کم میشه و ممکن است کوچیدن های بزرگ و شهر تخلیه شود. با او خاطر ما زیاد سخن طولانی نمی کنم، فقط در ابتدا یک نکته را از چون به حساب خبر سیاسی که ما دارم خدمت شما بیان میکنم که در سال 1385 در ارگ کابل جلسه به رهبری حامد کرزی با حضور وزیران و رئیسای ارگانهای ارشد دولت برگزار شده بود. موضوع 1385، ببینید تقریبا 17 سال پیش، و موضوع مقابله با مشکل کمبود آب در کابل بود. دمو جلسه فیصله شد که 3 لوله آب انتقالی باید از پنشیر به کابل کشیده شود. یک طرحی بود. اما پاکستان در تبانی با امریکایا این برنامه را متوقف کرد. و این دقیق ترین اطلاعات است که ما از مجاری مهم در دست ما بود و آلی هم تایید می شد. ورنه تصمیم قطعی گرفته شده بود که به شمول بند برق پنشیر کنجا بنا میشه و از این قبیل مسائل، و آب پنشیر به طرف کابل جریان پیدا بکنه از طریق 3 لوله موازی. ما شما میفهمیم که دریای پنشیر راست میره به طرف پاکستان. برحال پاکستان در اونجا موفق شد و او را تا امروز جلوش گرفت و کسی که یک بند آب در کنار را می ساختن، تمامی انجینیرهای از او را از بین بردن، اونا را ترور کردن. دکتر صبر روستایی، شما در اینجا در یک نمایه نشان می دین مشکلات کمبود آب در کابل کارهایی است که شما تحقیقات انجام دادین. با توجه به شرحیات کوتاهی که من دادم، آیا مشکل کمبود آب در کابل تا مرز خطر نزدیک شده است؟ سلام آقای مومون و همچنان سلام بر بیننده های شما. به شما تشکر میکنم که یکی از مباحث بسیار جدی جامعه افغانستان شما مطرح کردین. قبل از اینکه ما وارد بحث شوم، میخواهیم که روز جهانی زن بر تمام زنهای جهان، مخصوصا بر زنهای شجاع افغانستان و بر همکارم خانم کبیری که
رئیس مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان است تبریک عرض بکنم. خطر کمبود آب چنان زیاد است که احتمال از این میره که مردم کابل زود یا دیر کابل را ترک کنند، به دلیل از این که منابع آب روز به روز کم و کمتر شده میره، مقدار بارندگی هم کم میشه و تعداد نفوس زیاد شده رفته، و این در حال است که ما از افغانستان سالانه در حدود 70 میلیارد متر مکعب آب از دست میدیم. یا بس که از طریق رودخانه آمو، هلمند و کابل و کشورهای همسایه سرازیر میشه. و ما در داخل افغانستان به مصداق مو قولی که میگه آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، دوچار از این مشکل هستیم. برای از اینکه ما اوضاع کابل را بفهمیم، توجه شما را ما به چند تصویر جلب میکنم. اولی که اگر بلندی ها طرف زمین سعی کرده شود یا عکاسی شود، دیده میشه که افغانستان بخش کلانش از کوهستان ها ترکیب یافته و مخصوصا حوزه کابل یک حوزه فرو افتاده است، به این مفهوم که در چهار دوبر از این کوههای مختلف قرار دارند. و این سر حوزه هایدروجیولوژی منطقه بسیار موثر است. ما نه تنها در کابلی ساختار داریم، بلکه در غزنی و همچنین در خوست ساختارهای مشابه داریم و به این ترتیب اوضاع هایدروجیولوژی که از این مناطق هم با هم شباهت زیاد دارن. برای از اینکه این موضوعات یک مقدار از عمق بفهمیم، ما لازم میبینیم که یک بار به این نقشه توجه بکنیم که شکستگی های مختلف افغانستان نشان میده که در اینجا قطلای مختلف زمین در حرکات صعودی و نزولی و افقی دارن و کابل در سر نزدیک کتلا به حساب استوار است یا استاد است. رنگ گلابی که داره، بله رنگ بنفش داره و این کتله دار حرکت است و این میره در منطقه جبل سراج و در زیر هندوکش مدره. به مو خاطر است که منطقه سالنگا تا ارتفاعات 3000 4000 متر از سطح بحر بالا رفته و در این زمان در اینجا یک چقری بسیار کلان کنده شده، او از جغلا و ریک پر است و او یک از منابع بسیار مهم آب منطقه و آب کابل است که پسان مدهی رابطه یک مقدار بیشتر صحبت خواد کردم. بسیار خوب. اینجا ما از دو برنامه که قبلا ما گرفتم درباره آب کابل، متخصصین از کابل و روان کرده بودن اطلاعات، از جمله این بحرانی تر شدن کمبود آب در کابل، پایان افتادن سطح آب در چاه ها و قاطی شدن، گد شدن آب شرب، آب آشامیدنی با آلودگی های چاه های سپتیک و بیت الخلا ها. این خطر بسیار تقریبا در حال عام شدن است. ضمن از اینکه در جایی که عکس روان کرده بودن برام و وقتی که نل باز میکنن، به عوض آب آشامیدنی پاک، آب کاملا یعنی به شکل ادرار آمده بود و این بسیار مرا چی کرد و تمام شهرکایی که اینا درست شده، ساخت و سازهای بیرویهی که صورت گرفته، هیچ کدام از اینا بر پایه یعنی بر بنای یک شبکه فاضلاب شهری نیست. هر کدام از اینا باز پایان در خود مولی در جنب خود چاهای ذخیره بدرفتی درست کردن. بنابراین خطر در سطحی است، یعنی به طور تخمینی از کدام منطقه کابل ما باید احساس خطر بکنیم؟ خطر کوچیدن مردم یا بیابانی شدن کابل؟ من سر از این موضوع مهم یک فصل ما سر صحبت خواه کردم در مورد آلودگی های آبای روی زمینی و زیر زمینی و در اوجه به تفصیل خدمت شما معلومات عرض میکنیم، ولی یک بار بر میگردیم به ساختارهای طبیعی کابل. شما در این تصویر میبینید حوزه کابل که به شکل کاسه ساخته شده، یعنی در اطرافش کوههای بلند است، در مابینش یک چقوری است و این چقوری در عرض میلیون ها سال دوباره پر شده توسط جغله و سنگ و ریگ که از کوههای اطراف کابل آمده و ما در طبقات پایین از تا حدود 80 متر طبقات داریم که حادی آب است، یعنی میتونه آب در خود حل بکنه و از او پایین تر ایتو اجار است که یا قابلیت جذب آب نداره. بنابراین این بسیار مهم است که ما در فاصله یا در اعماق بیشتر از 100 متر
نباید انتظار آب زیرزمینی را داشته باشیم. تمام دار و ندار ما در نمی فاصله تا حدود 100 متر از سطح زمین طبقات آبگیر است و یا مقدار زیاد ازی متاسفانه که به پایان رسیدن. برای از اینکه منطقه موضوع یک بار روشن شود، ما توجه شما را به این نقشه جلب میکنم که این حوزه فروافتاده کابل و کوهستان است. تقریبا 80 کیلومتر طول دارن و بین 10 تا 30 کیلومتر وسعت داره. در مجموع 2400 کیلومتر ساحه در بر میگیره و این به دو بخش کلان تقسیم میشه. یکیش حوزه فروافتاده کوهستان است که نیم مناطق در بر میگیره و پسان یعنی سر از جامعه. یعنی منظور شما است که آب از این گردنه ها فرو میفته به طرف دیگه ساحات میره و اونجا خودش چیز کم آب میشه؟ ای آب کدیسی منطقه می که بارت از پنجشیر و سالنگ و غوربند باشه یا کلش دمی حوزه محمود راقی جمع بشه. و همونطور که بیشتر هم عرض کردم خدمت شما، دریج یک رو رفتگی بسیار بزرگ است که بیشتر از 1000 متر عمقش است و این مال و مال از آب آشامیده نیست. تا جایی که ما در کوهستان در نمی حوزه که ما شما رو نشان میدم، اینجا بیشتر از 2 میلیارد متر مکعب آب نوشیدنی صاف موجود است در عمق زمین و ای در واقع مخزن آب است برای پسان، برای آینده کابل، برای کسایی که در کابل زندگی میکنند. علاوه به سه دریایی که در جنبه هست، خصوصیات کلان از است که از این آب زیرزمینی هر قدر ما استفاده کنیم این دوباره تغذیه میشن. و شما که گفتین که جا پاکستان در این مسائل مداخله میکنه و دلیل شما است که هر مقدار آب را که ما از کم کنیم بانمو پیمان آب در دریای کابل کم میشه و در نتیجه در پاکستان آب کمتر میرسه. به هر حال این سوال با دوست های بزرگ تقسیم میشه، چنانچه که شما در این درست میبینین منطقه سبز که حوزه کوهستان و کدامن و دند شمالی رو در بر میگره و این منطقه سرخ حوزه کابل است و بازی هم خود از نفس خود به سه بخش تقسیم میشه. حوزه اولیای کابل است که مناطق چاردی و ایجار در بر میگره. تا میدون شهره. بله، حوزه فروافتاده لوگر است که مناطق بگرامی و دوربرش در بر میگره و حوزه فروافتاده مرکز شهر است که شهر کونه و شهر نو و بعض مناطق طرف باغ بالا و قلعه فتح الله خان اونا رو در بر میگیرن. یا خصوصیات جالب داره ایده ای تصویر آنچه که شما میبینین کمی حوزه فروافتاده توسط کوهای شما آسیا. اینجا نوشته کردین مورفولوژی، این مورفولوژی اصطلاح فارسیش چی است؟ اصطلاح فارسیش یعنی عوارض سطحی زمین، عوارضی که ما از روی زمین میبینیم. عوارض چیز سطح زمین. ما در اینجا میبینیم که اینجا کوهای آسمایی و شیر دروازه افتیده، یعنی اینجا کوه علی‌آباد است، یعنی کوهایی است که در منطقه باغ بالا و طرف پیر کلان یا چینان داره در اون مناطق است و همین ساحه را به دو بخش تقسیم کردن. یکی ساحه غرب کابل است که در واقع دند چاردی را در بر میگیرن، یعنی ساحه را که شما میبینید، و یک سوی مرکز شهر است که شهر کونه و شهر نو و مناطق کارتی پرون این یعنی مناطق در ذخایر آبی در کدام منطقه است بیشتر؟ من پس اونا رو با تفصیل نشان میتم که در کجا ما چه قدر آب داریم. البته یکی از ذخایر حوزه چاردی است، ولی از اون قدر مهمتر حوزه پغمان است. او را من پس اون یک دوسته تصویر دیگه خدمت شما عرض میکنم. جالب توجه است که در همین فرو رفتگی حوزه در طول میلیون ها سال پر شده و در طبقات بالای یک طبقه به نام لوس، گل لوس یا رس ما میگم در افغانستان، این خاصیت های خوب و خراب داره. یک خاصیت بدش ایست که یا به جذب نمی کنه، به این ترتیب هر مقدار بارندگی که صورت میگره این در روی زمین در جریان میفته. امی منطقه دقیقا در کدام قسمت کابل است؟ امی ساحاتی که آب جذب نمی کنه. زیادتر در مناطق است که طرف جنوب کابل، طرف های بدخاک او طرف است و طرف های بالاتر از چاراشا و اینی مناطق است و در بعضی مناطق دیگه هم است. ما نقشه از او را پسان در خدمت شما قرار میدم. در دور بر شهر کابل هم از البته در دامنه و در بعضی جای در تمام جایی که امی طبقه است بین رفته در اوجه مقدار بیشتر آب موجود است، چنانچه که در دامنه های پغمان به طور مثال امی طبقه است بین رفته تا حدود هر آنچه که بارندگی در اوج صورت میگیره مستقیما به آبهای زیرزمینی ملحق میشه، ولی آنچه که در بعض مناطق دیگه صورت میگیره بیشترش بر روی زمین جریان پیدا میکنه. یک دلیلش هم همین است که ما در بسیار جای در واقع فرش نباتی را از بین بردیم. منطقه سبز نیست، وقتی که درخت نباشه
سبزه نباشه آب مستقیما در جریان میفته و در زمین نفوذ نمیکنه، ولی اگر سوها سبز باشه، فرش نباتی موجود باشه، در صورتی کار صورت نمیگیره. در این تصویر آنچه که شما من بخش غربی حوزه فرافتاده کابل است، این سرک دالمان است تا دیمزنگ، و در اینجا آدم بسیار بروشنی میبینه که در گذشته های دور آمده هر قدر بارندگی که در کوه صورت گرفته آبش نفوذ کرده و در داخل از این حوزه فرافتاده، و در گذشته ها در دهه 60 به طور مثال سطح آب زیرزمینی در این مناطق در عمق 3 تا 4 متر بود، ولی حالا در اکثر از این مناطق عمق سطح آبای زیرزمینی تا 30 متر و 40 متر و بیشتر از این رسیده. و یک بارم در مناطق بلندتر در کارت مامورین، در کارت سخی، در کارت پروان، اونجا خصوصا در خیرخانه و بلندی ها بسیار سطح آب پایان آمده. بله، یک دلیل شما میست که در اون مناطق همین ترسبات زخیمتر است نسبت به حوزه دند چاردی. اینال در اوجه شما وقتی که چام میکنین طبقات زیاد را باید مرور عبور بکنین تا که بتانین به سطح آب زیرزمینی برسین، در حالی که طبقات در دند چاردی به طور مثال به این زخامت نیست. در گذشته تا یاد خود ما و دیگران قسم میکنن که در بعض جا حتی استاد میشد بخاطر که سطح آب زیرزمینی بالا میامد. ما در لیسه غازی یک وقت درس خوندیم حتی در میدان های فوتبال از او آب بالا میامد و دلدلزارا در نقاط مختلف کابل وجود داشت، در چمنای وزیر آباد، در منطقه حسن خیل به طور مثال، در اطراف میدان هوایی کابل، یا محیط های بسیار جالب زیست تشکیل میدن. بعض نباتات و زندجان هایست که فقط در میتر یک محیط زیست میکنن، ولی او متاسفانه که اکثرش از بین رفته. ولی هم از این دلیل از امیست که در گذشته سطح آب زیرزمینی بسیار بالا بود. حالا من میخوام یک نظرم پرتم به گذشته شهر کابل که از هزارها سال تاریخ داره. اسکندر کبیر در این شهر آمده، عربا در اینجا آمده، مغلا در اینجا آمده، بالاخره در زمان تیمورشاه پایتخت شده. ولی پیش از او در زمان بابر اساس شهر کابل در زمان ظهیرالدین بابر گذاشته شده و در او زمان مرکز شهر در نایه شیوکی و سهاک بوده، پسان به این طرف کابل انتقال پیدا کرده. بابر در شهر کابل بیشتر از 7 یا 8 باغ بسیار کلان جور کرده بود، مثل باغ شهرارا و باغ علی مردان و باغای دیگه که در داخل شهر هستن. اینا کلش در زمان بابرشاه آباد شده بود و این نشان میداد که مدیریت آب در اون زمان خیلی خیلی عالی بودن و این باعث سرسبزی در خود باغ بابر یک شبکه آب است که از بالا چیز آب می آمده و از پایان، یعنی تقریبا ما ذخایر آبی اونجا رو دیدم که کامل زیرزمینی است و بسیار زیاد مایرانه و بسیار اساسی درست شده. آب از کوه پایان می شد، در اوج ذخیره می شد، بعد از او در پایان ها امتداد پیدا می کرد یا فواری بود که از به اصطلاح از منابع جانبی می آمده در اوج ذخیره می شده. در پشت باغ بابر در طرف کوه اوج یک جوی روان بود به نام بالا جوی که از منطقه گلبار یا گلباغ ببخشید منطقه گلباغ سرمنشا میگرفت و تا بالاحصار کابل میرسید و باغ بابر هم از امو به تمام مانا آب میخورد. ما پسند یک تصویر دیگه او را خدمت شما عرض میکنم. پس این یک سوال است رسوایی صاحب که چی اتفاق افتاده، یعنی تغییرات محیطی و چی تغییراتی آمده که کابل از او کابل پر آب، از او کابل که زمان شهر باغهای بسیار بزرگ بود و منابع آب، حال وضعیتش به این درجه رسیده که ما درباره خطر تخلیه کابل از قحطی آب گپ میزنیم؟ چه اتفاق افتاده؟ 3-4 فاکتور عمده سر از این تاثیر داشته. یکی که تغییرات اقلیم است که ما در سر تا سر جهان میبینیم که به خاطر افراز گازات گلخانه‌ای محیط تغییر کرده، هوا گرم شده. اگر هوا به 1.5 درجه برسه که امیال رسیده، تغییرات کلان در بارندگی صورت میگیره. او بارندگی هایی که در دهه 60 و 70 در افغانستان صورت میگرفت او دیگه دوباره صورت نمیگیره. در مجموع مقدار بارندگی کم شده، یک چیز دیگه ای که سایه سبز کابل از بین رفته به خاطر از اینکه شهرولی کابل در این مورد دقت نکرده. در هر جای خانه ساختن، هر جای کنکریت ریخته شده و فرش نباتی تا حدود زیاد از بین رفته. در گذشته منطقه چاردی و شیوکی
در واقع بازار در کالیباب مردم کابل بود، ولی اینا رو اکثرش خانه ساختن و مدیریت خراب منابع آب هم یکی از امی عوامل است که به صورت درست سرازی کسی کار نکرد. و جانب دیگه هم نفوس شهر زیاد شده رفت. شهر کابل فقط گنجایش 500,000 نفر دارد، در حالی که فعلا در حدود 6,000,000 نفر در اونجا تراکم کرده، و هر قدر مقدار تعداد انسانات زیاد شود ضرورت به آب بیشتر می شود، و مجموعه از این عوامل باعث ازی شده که از یک شهر زیبا و دیدنی یک شهر خشک و خالی به وجود آمده. به هر حال ایشوار آنقدر در دل بابر چسبیده بود که با وجود از یک سلطنتش از دیلی تا ماسکو می رسید، ولی می گفت کابل می خواهیم باشم و دمیجا حتی دفن شوم. به مو خاطر است که باغم ساخته بود و از زمان بابرشاه باقی مانده. بله، خب اینجا یک چیز دیگه هم است که حد اوسط کسایی که مثلا قبلا در 300 متر مربع 5 نفر زندگی میکرد، حالا 300 متر مربع را در اکثر جا مافیا مثلا خانه ساخته 10 منزل 8 منزل بلند کرده، و اونجا میزان سکونت افراد بالا رفته. مثلا در این از در هر منزل 3 آپارتمان ساختن، باز بعد از اون 8 منزل که شب مثلا اگر یک حد اوسط یک منزل، یک بلند منزل 7 منزله را ما محاسبه بکنیم، 21 تشناب اونجا می داشته باشد. در خانه مثلا اوسط 4 نفر اگر بگیریم، مصرف آب هر نفر از این در روز با 50 لیتر میرسه، و در 24 ساعت تن آزمی همه هفت منزله اپارتمانی 5,000 لیتر آب مصرف میشه. اینال این آبا را به وسیله چای عمیق، وسیله پمپ، واتر پمپ میکشند. یعنی اینال در کابل به صدها تا بیرویه جور شده و هنوز هم ادامه دارد. بله دقیق است، هر قدر تعداد انسانات زیاد شده با اونمو پیمانه ضرورت به آب هم زیاد شده میره، و در سالهای آخر که یک چند فابریکا هم ساخته شده در افغانستان، هر قدر صنعت هم پیش بره به آب بیشتر ضرورت میفته، و این باعث ازی شده که منابع آب کم است ولی مدرک مصرفش فوق العاده زیاد است. این باعث از می شده که می تعادل بر هم خورده، یعنی آب کم و ضرورت بیشتر. حالا برای رفع از این مشکل برنامه رویدست است که رویدست بود اگر می آب به کار بفته. به هر حال شهر کابل در دهه 1960 یکی از شهرهای زیبای جهان حساب می شود. شما دیجا می بینید در مرکز شهر در پارک زرنگار که کاملا سبز و جالب، و همچنین در این تصویر می بینید که فضای کابل بسیار روشن و پاک بود. شما می تونستین از یک طرف کابل به طرف دیگه بدون کدام مشکل تماشا کنین، و ای باعث از یام شده بود که محیط پاک بانه. وقتی که فضا پاک بانه محیط هم پاک میمانه، ولی حالا هم فضای افغانستان خراب شده در اثر ازدیاد موتر و سوخت مواد فسیلی و نفت و گاز و امثالم، و از طرف دیگه هم از منابع مختلف دیگه مواد مضر وارد منطقه و وارد آبای زیرزمینی و روی زمینی شدن. داستان شهر کابل شما همتان خبر دارین که از اون شهر بالاخره یک شهر اروا ساخته شد در اثر جنگ های تنظیمی. ببینین که هیچ چیز آباد نماند و تعداد انسان هایی که از جنگ گریختن و در داخل شهر کابل پناه آوردن روز به روز زیاد شد. شما در این گرافیک دیدن میتونین که در سال 1975 در کابل فقط 500,000 نفر زندگی میکرد، ولی باز بعد از اینکه جنگ شروع شد چنانچه که در سال 1980 دفعتاً به 1,000,000 نفر رسید. بله. به میدونی این گراف بالا رفتن میره تا اینکه ما ببینیم در سال 2005 به 3,000,000 نفر کشید، و حال در این سالهای اخیر کپیش در حدود 6,000,000 نفر رسیده، و این در حال است که شهر کابل با تمام امکانات خود بیشتر از 500,000 نفر نمیتونه تکافو کنه، نه از نظر محیط زیستی و نه از نظر تهیه آب. هاشو میدونیم با آن هم در افغانستان مردم فقط 23% دسترسی دارن با آب نوشیدنی و باقیش دچار کمبود آب است. حالا یک نظر اگر پرسیم سر منابع آب کابل که ما آب تا کجا داریم و چطور که دزی باید برخورد صورت بگیره، در واقع ما دیگه 3 سایه آبگیر داریم که حوزه آبگیر لوگر است، تقریبا 9772 کیلومتر مربع مساحت داره. حوزه آبگیر کابل است
یعنی کمتر است، حدود 2730 کیلومتر است و حوزه آبگیر پغمان است. او هنوزم کمتر است، حدود 387 کیلومتر مربع مساحت دارد. اینمی حوزه آبگیر که در سطح زمین، در روی زمین در واقع آبای جاری را می سازند یا در عمق آبای زیرزمینی را می سازند. و ما یک مثالش پیشتر در رودخانه کابل دیدیم، به طور مثال که آبای زیرزمینی کابل تنها در منطقه چاردی به طور مثال 11 کیلومتر طول دارد، 2 کیلومتر عرض دارد و ضخامت طبقات آبدار از 10 تا 30 متر است. در مجموع دیجا 16 میلیون متر مکعب آب موجود بود در سال 2005 و 2006. حالا من اطمینان دارم که در اکثر از آب از اینجا استخراج شده و به مصرف رسیدن. یا شما در این تصویر از منطقه پغمان هم ببینید که در منطقه پغمان یک مقدار بیشتر آب در اختیار بود. طول از ساعت تقریبا 10 کیلومتر است، عرضش 4 کیلومتر است، ضخامت طبقات آبدار در حدود 70 متر است و مقدار آب که در جمع شده بود در حدود 90 میلیون متر مکعب بود. جالب است که سایه آبگیر پغمان کوچک است ولی مقدار آبای زیرزمینیش به مراتب بیشتر است و دلیل اساسیش هم است که امی طبقه لس، در واقع امی طبقه که جلو نفوذ آب میگیره، در این ساحه از بین رفتگی است. به اون خاطر است که در مقدار هر مقدار بارندگی که صورت میگیره او به طبقات پایین نفوذ میکنه و آب طبقات آب از آب مملو میسازد. در خود داخل شهر، داخل شهر اما قشر سطح زمین معمولا از گل خام چیز کاملا پوشیده است، یعنی قدرت جذب آب در سطح شهر، جایی که ساختمان ها کانکریت ریخته شده، شهرک ها درست شده و راه های سمنتی درست شده، یعنی تقریبا سطح زمین پوش شده، اینا وقتی که باران میباره در چه سطحی است؟ یعنی ضخامت زمین خشک در داخل شهر کابل چقدر است که وقتی که میباردم و به پایان نفوذ نمیکنه، یعنی جزء از ذخیره آبی نمیشه؟ ضخامت طبقات لس از یک نقطه تا نقطه دیگه فرق میکنه. در بعضی جا صرف یک متر دو متر است ولی در بعضی مناطق دیگه تا چهار متر پنج متر هم میرسه. در داخل شهر جایی را که سمنت کردن و جایی را که ساختمان ساختن در اوجا آب نفوذ نمیکنه و خوب است که نفوذ نکنه، برای اینکه اکثر آب آلوده است. هر مقدار که آب آلوده در پایین نفوذ بکنه اونم قدر آبای سطری دیگه زیرزمینی را او خراب میسازه، بد میسازه. بعد تصاویر علت درامیزی، علت درامیختگی آب با مواد فاضله انسانی در داخل شهر کابل چی است؟ عامل اساسی شیش که اول تمام مردم مواد اضافی را، زباله ها را، مواد مضر را به دریای کابل انتقال میدن. یکی دومی که در شهر 6 میلیونی کانالیزاسیون وجود ندارن و اگر شما تصور بکنید که در 6 میلیون سال روز دو دفعه پیشاب میکنه، اینمی کافی است که صدها تن نایتریت روزانه به هوای زیرزمینی انتقال پیدا بکنه. و بس هم مسائل دیگه است که شما اگر سر تنها سر زباله ها فکر کنید، روزانه در کابل در حدود 5000 تن زباله به وجود میاد. این زباله تنها از انسان ها نیست بلکه یک تعداد زیادش هم از صنایع و از فابریکجات و از اینجا هست که اینا کلش باید جای بجا شد، ولی اکثر از یا در کوچه افتیده یا در دریا افتیده یا در جوچه افتیده و بالاخره یا نفوذ میکنن میرسن به آبای زیرزمینی و آبای زیرزمینی را از استفاده مندازن. در گذشته البته در دهه 60 کابل او کافی داشت. شما میبینید که دریای کابل در منطقه مای پارک در واقع به مستی و به خروش آمده، یا ایج در منطقه پل یک پیسگی یا پل لردانک است که به مدت های یک ماه یک نیم ماه دو ماه شهر دریای کابل پل از آب میبود و این خوبیش دهی بود که یک مقدار زیاد از این آب از طریق بستر دریا نفوذ میکرد به زیر و طبقات آبدار به حساب تغذیه میکرد. به او خاطر بود که آب در او زمان سطح آب زیرزمینی در عمق 2 متر و 3 متر و 4 متر دمی بود، بیشتر از این نبود. در گذشته های دور تا امروز مردم به شیوه عنعنوی در افغانستان زراعت و مالداری میکنن و شما یک نمونه شما میبینید که آب در زمستان ها در جویا که میرفت یک مقدار از یام دوباره به طبقات آبگیر به حساب نفوذ میکرد و این باعث از این میشد که در تمام سر تا سر منطقه در کمبود آب احساس نمیشد. برای اینکه آبی که در زمستان ها در جای جور و جای خندقا میرفت جای به جای میموند، اینا دوباره نفوذ میکردن آبای زیرزمینی را به حساب تغذیه میکردن
ولی حالا می سیستم متاسفانه از بین رفته، جویا کور شده، اکثر جویا خانه آباد شده، فرش نباتی از بین رفته، درخت ها از بین رفته، ای وای سدی شده که ما دچار کمبود آب شویم. شما پیشتر در مورد باغ بابر پرسان کردین، یکی از شاهکارهای بابر ساختمان جویا است که در چهار دوبار منطقه ساخته، از جمله یکی اینی بالا جوی است که از منطقه گلباغ آب میگرفت، مناطق بسیار وسیع آب میداد، در قلعه فتو و چهلستون و کجا و کجا، بالاخره می رسید در منطقه بالای سار کابل. در اوج اگر شما متوجه شد فاصله ارتفاع بین بالای سار کابل و دریای کابل در حدود 50-60 متر است، بله و در او زمان ممکن بود که این می آب 50 متر یا 60 متر با قوت قوی جاذبه زمین بالا بکنند، و ای از یک طرف مناطق همش سبز ساخته بود و از جانب دیگر از داخل از آب نفوذ میکرد به طبقات پایین، مخصوصا که ای در طبقات بالا بود یا در ارتفاع بالا بود و تمامی ساعت دیگه فرو افتاده است به حساب ده اوج آب نفوذ میکرد. در زمستان ها یه جوی آبش بالاخره به کل اشمتخان میرسید و کل اشمتخان پر از آب میکرد و او باز به نوبه خود دوباره آبای زیرزمینی رو تقویت میکرد. اول البته داشتی وضعیت است، اول امو ظرفیت نیست که آب به اصطلاح همیتو بالا میکشانه و به طرف چیز سیراب میکنه ساحات، یک مثلا در اطراف بالای سار خانه هایی که ساخته شده ساختمان ها، حالا این آب مثل گذشته ایتو خود بالا نمیکشه که اونجا را منطقه را سیراب بکنه؟ اگر نمیکشه برای از اینکه کل اشمتخان متاسفانه که تا حدود زیاد از بین بردن، ما در تصاویر بعدی خدمت شما نشان میتم که او چی که تاثیر منفی کرده سر آبای زیرزمینی تا سر اقلیم کابل. به هر صورت در زمان بابر و بعد از آن ده ها جوی در اطراف منطقه کشیده شده بود و این سبب از این شده بود که هیچ زمان کمبود آب به وجود نبه. حتی در داخل شهر کابل اینی مناطق بدون شک دوستا همیشن دیدن، در منطقه کلاه دوزاست یا در منطقه بله حالین شما بزرگ نفرست، بله بندای کوچک می ساختن و آب دریا را انتقال می دادن به مناطق بسیار دوردست، حتی تا مناطق کلوپ عسکری و بی بی محرو و جای بسیار دور می آب انتقال می دادن، و اینمی آب هم باعث از این می شد که آبای زیرزمینی تقویه شد و وسط آبای زیرزمینی بالا بیان، چون در اون زمان از یک جانب نفوذ کم بود و از جانب دیگر زیاد زباله و مواد آلوده که آب آلوده میکنه موجود نبود. شما در این تصویر میبینید که آب دریای کابل چنان پاک بود که حتی نوشیده میشد، بله ولی حالا که ما امکانات نداریم دچار جنجال های زیاد دیگه شدیم. به هر صورت پدر کلان های ما این مسئله را درد کرده بودن که اگر در بالای جوی به حساب درخت توت شانده نشوه یک امر بسیار نیک است. در جایی که درخت توت شانده نمیشه ای دریا دو طرفی خود خورده میره سال به سال. ما همیال دوچار یک معضله کلان هستیم در دریای امو که مثلا هزاران جریب زمین به حساب قربانی میشه در دریا مفته یا در دریای کوکچه، ولی در گذشته اونا میفهمیدن که در دو طرفی جوی درخت توت میشوندن و این چندین خوبی داشت. یکی ای که منطقه را مستحکم میزد، نمیگذاشت که بغلط از بین بره، و دومی که سایه منداخت، نمیگذاشت که آب تبخیر بکنه و از دست بره، و ضمن اینکه میوه شیرین هم میداد. و به می خاطر بود که در جامعه افغانستان درخت توت بسیار مردم احترام شده را به حساب تا حدود مقدس پنداشته میشه و میگن که زدن درخت توت بسیار گناه داره، دلال که نشاندن درخت توت بسیار ثواب داره، و مو خاطر است که بسیار جای را به نام توت ماندن در افغانستان، مثل یک توت و درخت توت و بیک توت و شاه توت و امثال از این، و یک فلسفه بسیار خوب داشت برای حفظ و نگهداری آب و خاک. والا سر از این صحبت میکنیم که چه اشتباهاتی در اینجا صورت گرفته که ما دچار از این مشکل کلان شدیم امروز. یکی از اشتباهاتی است که در منطقه چاردی در یک جای از بنام قلعه غیبی اینجا یک ریاست میخانیکی قوای کار امون بقرش بود به حساب، و یا از یک سایه بسیار ریکشی کردن در عرض 80 سال. شما تصور بکنید 80 سال از ریک بیرون آوردن، و این باعث از این شده که این منطقه تقریبا در عرض 1.5 تا 2 کیلومتر وسیع شده بستر دریا و عمقش تا حدود 30-40 متر پایین افتیده. این سبب یک مصیبت کلان شد، و او مصیبت از این قرار است که از دو طرفی از این تنواله به حساب آبای زیرزمینی به طرف دریا رفت، و با گذشت زمان منطقه با کلی از سبزی خالی شد، چنانچه که شما میبینید درخت های دو طرفی سرک دالمان و همچنان سرک هایی که بین قصر چهلستون و قصر دالمان بود، یعنی جا قصر چهلستون بود، اینا همش از بین رفت، برای اینکه سطح آب زیرزمینی در اینجا پایین تر از ریشه درخت ها شد، و یا دیگه توانایی
از این نداشتن که بدون آب زندگی بکنه. به به مخاطر خاطر همه همه کارخانه استخراج ریگ. بله کارخانه هم نیست، بس اونجا چند تا اکسکاواتور استاد است، اون همون در 80 سال از دریا ریگ میکش. این تنها یکی نبود، دو سه تای دیگه هم به این طرف پل محمد حسن خان دی جا تا در بعض مناطق در 40 ستون عرض دریا تا بیشتر از 2 کیلومتر شده و عمقش هم در بعض جا تا 30-40 متر است. به این بختیت ترتیب شده، هر بله مختیت شده، دریا تو خود تو باز کرده، یک حالت گسل پیدا کرده. برازی که ریگه کشیدن، منطقه را ریگش کشیدن، اونجا چقر شده، این حالا آب که در دو طرف منطقه است کلی به سمت بستر دریا میره، منطقه از آب آری میشه، سطح آب زیر زمین پایین میفته، چای مردم خشک میشه. البته رقم از اشتباه اشتباهات بسیار زیاد دیگه هم صورت گرفته، تا جایی که اینجا محاسبه صورت گرفته مقدار آب زیرزمینی که از دو طرف در داخل از این منطقه میشه در حدود 1 تا 2 متر مکعب در ظرف 1 ثانیه است. و این آدم در کابل بسیار با خوبی هم دیده میتونه که از پل محمد حسن خان بالاتر دریا با کلی خشک می باشه در تابستان، ولی در داخل شهر یک مقدار هوا از دریا و او اینمی آب است، آب زیرزمینی است که دوباره به طرف دریا به جنوب. علت خشک شدن دریای کابل چی است؟ او هم یک دلیل عمدهش است که بارندگی به صورت عموم کم شدن، به صورت عموم ما تا حدود 20-30% کمبود باران داریم، و برفایی که سابق میشد که نیم متر برف میشد به طور مثال زیاد زیادتر از این، یا بارانای دوامدار یک هفته ای دو هفته ای صورت میگیره، و دیگه متاسفانه صورت نمیگیره به هیچ وجه. و دیگه ای که فرش نباتی از بین رفتن، سابق بسیار مناطق سبز بود یا سبزدار بودن یا درخت داشتن، حالا که اگر بارندگی هم صورت میگیره به طور مثال دمای ثور یا دمای عمل، او به سرعت روی زمین به جریان میفته و در طبقات پایین نفوذ نمیکنه، به این ترتیب مقدار آب که بتونه استارچ ها کم میشه و آنچه که در جریان میفته مقدار زیاد شده میره و این بسیار خطرناک است. از یک طرف امون محیط بستر و خط سیر خود تخریب میکنه و از طرف دیگه آب است که از دست میره. متاسفانه شما پیشتر در مورد کول اشمت خان سوال کردین، کول اشمت خان در قسمت شرق کابل است، نوی شیوکی به حساب طول از تقریبا 3 کیلومتر است و عرضش هم 2 کیلومتر است. ای در سالهای 1960 تا حدود 33,000 پرنده آبی در ایج زندگی میکرد، وی هم سر آب آوای کابل تاثیر داشت چون یک تفرجگاه بود و در عین زمان سر آبای زیرزمینی بسیار تاثیر داشت، چون از این سایه که تقریبا 6 کیلومتر مربع میشه یک مقدار زیاد آب نفوذ میکرد به طبقات پایین. ولی نمیره متاسفانه در زمان حاکمیت آقای کرزی میره خوش کردن، شما چنانش که دیجه میبینید در اطراف از زابر زدن و حتی همو نیزارای زیرم به فروش رساندن و این کار یک کسی کرد که در زمان شاروال کابل بود، حالا ما از گرفتن نامش خودداری میکنم. به هر صورت کدام سال بود؟ در سالهای 2004 و 2005 و نورزاد خانه بود؟ نه آقای نورزاد یکی از آدم های دانشمند افغانستان است، دکتر صاحب نورزاد و کسی دیگه است، نه از این جنگ سالارا بود از کماندان ها. بعد یکی بود باز یاد شما میشناسین اونا را. بر صورت و با زمین های زیده درجه بندی کردن، در بعض مناطق خانه ساخته شد، در بعض جای دیگه از چوب فروشی و زغال فروشی ساخته شد، یک بخش کلام نزید از بین رفته، ولی یک مقدار کمش باقی مونده که اگر بارندگی شود دوباره در اوجه آب با وجود میاد. از این رقم خطرات، از این رقم اشتباهات در کابل متاسفانه بسیار زیاد شده. من فقط به می دو تاش اکتفا کردم و حالا اکثر اگر بزنیم به دریای کابل که شما گفتین چرا آبای زیرزمینی آلوده است، یک دلیل آلودگی همیست که تمام کثافات و گنده ها را میارن در داخل دریا میندازن و در یک شهر 6 میلیونی که روزانه 5,000 تن زباله تولید میشه، این یک جای باید بره و اکثر از این در کوچه و در بازار و در دریا و در جوچه و در نوله پرای سرک متاسفانه میفته. شما در اینجا اگر یک نظر پرتین یا در تصویر پایان یا در اینجا و در اینجا تحقیقات که صورت گرفته نشان میده که در هر 100 میلی لیتر آب دریا کابل بین 18 تا 100 کولی فرم بکتری موجود است و یکی از بکتری های بسیار خطرناک است، مختونم یک نوش که به نام اشاره شیریات میشه، او باعث به وجود آمدن اسهال خونی میشه. این سبب از این شده که تعداد زیاد از چای افغانستان آب شالوده است، قابل شرب و قابل آشامیدن نیست. شما یک نمونه دیگه از این تصویر میبینید که
زباله ها در کنج سرک افتیده، وقتی که بارندگی میشه اینا را خود حل میکنه و به طرف پایین میبره، یا دی گندابه که دی کوچه از کدام جای پایین میشه، یا هم سرانجام به آبای زیرزمینی میرسه. یا یک نمونه دیگه شه، شما در اینجا میبینید که مردم آمدن و زباله ها را در اینجا انداخته و یک مقدار آب هم پیدا شده و بنال یه ایر در خوب حل میکنه، تا حد امکان ایر انتقال میده به جذب طبقات زمین میشه. جذب زمین میشه و به حساب منابع آب زیرزمینی را تخریب میکنه. ما پیشتر در مورد از گل لس یا رس یک چند کلمه صحبت کردم. اهمیت از یکی دیست که حالا اگر از یک جانب نمیگذاره که آب باران در پایین نفوذ بکنه، ولی از جانب دیگه مانعی از یا میشه که نیم رقم آب نتانه به آبهای زیرزمینی برسن. در جایی که این رقم گل باشه، این کثافات در مروی زمین میمانه و با گذشت زمان آب تبخیر میکنه و همی آلودگی ها تنها در سطح زمین باقی میمانه، به زیر زمین نمیرسن. به او خاطر است که در جایی که گل لس تخریب شده، در اوج نباید مواد آلوده بفته. یکی از آلودگی های بسیار خطرناک آلودگی است که بس مواد نفتی به وجود میاد، مثلا از بنزین یا از کروزین یا از مبلال یا امثال از این، به دلیل از این که این یکی به زودی از بین نمیره و دومی که ساعات بسیار وسیع را آلوده میسازه. شما تصور کنید که یک حوض آبادی باشه که یک 500 متر مربع وسعت داشته باشه، اگر شما ده یک قطره تیل پرتین، اینم یک قطره تیل خود آن قدر انوار میکنه که تمام همین سطح میپوشونه، یک فیلم بسیار نازک از جور میشه و این مانع از این میشه که اکسیژن نتونه داخل آب شوه. وقتی که اکسیژن داخل آب نشه، تمام موجودات حیی که داخل آب است از بین میره و آب به متازگی خود از دست میده. خب این آره، با جانب این تشریحاتی که شما دادین یک تصویر بسیار تیره و ترسناک پیدا میشه. یعنی ما وقتی که تشریحات رو میبینیم و سرنوشت 5 میلیون 6 میلیون نفر در کابل میبینیم، به این ترتیب یعنی شهر ما پایتخت افغانستان یعنی به کدام طرف روان است؟ آقای معمول، شما خبر دارید که مردم تب و تلاش دارن که هندوستان برن، پاکستان برن به خاطر تداوی مریضای خون. یکی از عوامل مریضی واقعا اینمی آلودگی هاست که مردم از ناچاری صرف میکنن. تعداد مریضا روز به روز زیاد شده میرن و این فشار بالا آورده هم سر جامعه، هم سر دولت، هم سر کشورهای همسایه. و عوامل مختلف است، از او جمله یکی اینمی آبای آلوده است که مردم از ناچاری وارم میخورن. خب در بسیاری مناطق کابل اصلا آب قطع شده. سابق هم ریاست آب رسانی هم که میداد، بعضی شرکت های شخصی هم که آب میرسان، آب نمیرسه و فقط اون بشکه های زرد زرد است، تفلک ها میرن یا کلان ها، فقط به بسیار مشکل از منطقه های دور آب میرن و آب امیال، حتی مسجد ها آب میفروشن و آب فروشی تقریبا از 10 افغانی تا 20 افغانی تا 40 افغانی یعنی شروع شده. بله، دلیلی ای گپ چی است؟ یعنی ای کدام امیدی برای بهبودی وضعیت وجود داره، یا ای که امی آب ممکن است یک سطل آب یک روز به 100 افغانی برسه؟ اگر پروژه هایی که ما بعدا برای شما معرفی میکنیم و در کار بفته، این مشکل حل میشه. و اگر نه که پس نفت ما لطفا تشریح کنین امور درست است. هم با امور یک چند لحظه وقت خدمت شما عرض میکنم. این تصویری که فعلا میبینین یا فقط نشان میده منابع آلودگی را که یا کلش سرانجام با آبای زیرزمینی میرسن. و من بار خدمت شما عرض کردم که فرش نباتی در کابل از بین رفتن، یعنی مناطق سبز از بین بردن از یک جانب، و از طرف دیگه هم در بسیار خشتپزی ها به طور مثال رابر و پلاستیک می سوزن، یا در بسیار حمام ها تایرهای موتر می سوزنن، یا این تعداد موترهایی که در کابل جمع شدن هر کدام از این مواد آلوده را افراز می کند. یک موتر در ظرف یک سال تنها در حدود 700 کیلوگرام کربن دی اکساید تولید می کند و این میره در فضای استاد می شود، در فضای معلق کابل. شما در این تصویر می بینید این ذرات خرد کوچک در داخل اتمسفر باقی می ماند. شمال نیست که ربو بره، باران نیست که رجوع پایین بکنه، و اگر احیانا باران صورت بگیره تمام زیر پایان میکنه و بالاخره همیان به آبای زیرزمینی میرسن. در سال 2005 یک گروه از جرمن ها در کابل و اطراف کابل یک پروژه داشتن در آبای زیرزمینی تحقیق میکنن. نتیجه پروژه از وای نمیست که ما خدمت شما عرض میکنم. شما در اینجا بین می دریای پغمان است، یا هم دریای کابل است، این هم دریای لوگر است، یا سیج بالاخره یک جمع میشه در دریای کابل ادامه پیدا میکنه طرف تنگی غارون میره. شما هر قدر به طرف سرچشمه برین آب پاک است،
آب دریای کابل، آب دریای لوگر و آب دریای پغمان رنگ آبی رو نشان میده که پاک است. ولی هر قدر داخل شهر نزدیک شده بر نیاب تیره و تیره تر میشه، یعنی مقدار آلودگیش بیشتر میشه. و سرانجام شما وقتی که در منطقه پل چرخی برسین یا در تنگی غارو برسین، یا از سرحد خود گذاشته می باشه، نهایت درجه قابل استفاده دیگه نیست اصلا. و تحقیقات که اینا کده نشان میده که بخش عمده از این آلودگی ها کلوریت و نایتریت و سالفیت است و اینا همش چیزهای مضر است که به وجود انسان ضرر میرسونه. و همچنین باکتری های کولیفورم باکتری است و مقدار زیاد در آبای روی زمینی دیده میشه که سرانجام انتقال میکنه در آبای زیر زمینی. این ارقام بسیار تکان دهنده است. آلمان ها به این نتیجه رسیدن که سالانه در حدود 50,000 تن نایتریت و در حدود 4,000 تن سلفیت با آبای زیرزمینی کابل و آبای روزمینی کابل الهام میشه و این یک نقطه بسیار حساس و بسیار خطرناک است. اگر جلوی گرفته نشه واقعا نه تنها امراض زیاد میشه بلکه هزار یک مشکل دیگه پیدا میشه. حال برازی که ما مردم به ناامیدی نکشونیم بلکه بگوییم که امیدوار باشیم، امکانات از این موجود است که ما از این منجلا برایم اگر اوضاع سیاسی در افغانستان تغییر بکنه. ما در سال 2005 در زمانی که تقریبا 3.5 میلیون نفر در کابل جمعیت داشت یک محاسبه انجام دادیم که در حدود 167 میلیون متر مکعب آب زیرزمینی موجود است و اگر ضرورت هر نفر روزانه در حدود 100 لیتر در نظر بگیریم، مجموع از این آب کفایت میکنه تقریبا برای 15 ماه. این در سال 2005 بود و حالی که تمام از اینا از بین رفته، یک مقدار زیادی به مصرف رسیده، حالا چی باید بکنیم؟ پیش از یک سر پروژه دیگه ما صحبت بکنم، یک بار یکی از این قانونمندی ها را خدمت شما عرض میکنم. قانونمندی طبیعی و این در شهر کابل بسیار خوب کار میته و در دری پنجشیر و وضعی قرار است که در زمانی که آب در دری کابل زیاد میشه یا سطح آب بالا میره، یک مقدار زیاد از داخل بستر دریا نفوذ میکنه بس به طبقات آبداری که در زیر بستر دریا است و در زمانی که سطح آب در داخل رودخانه کم میشه و دولمو زمان است که آب دوباره پس میاد به جانب رودخانه، از زیر زمین میاد در داخل رودخانه. و در پنجشیر ما متوره در پنجشیر در تابستانات وقتی که آبخیزی میشه، آب در دو طرفه دریا داخل میشه در طبقات و در زمستان ها وقتی که بالا رو یخ میزنه و برف و یخ است، آب به حساب ذوب نمیشه، این می آبای زیر زمینی است که دوباره به دریا سر میکشن. و تا جایی که دیگه میبینیم این سه فاکتور عمده دیگه بسیار نقش عمده داره. یکی ای که بستر دریا چقدر عریض است، هر قدر بستر دریا عریض باشه اونم قدر مقدار آب که نفوذ میکنه زیادتر است. دومی که چی مقدار آب در دریا وجود داره، آیا سطح آب در دریا بلند است یا پایین است. هر قدر سطح آب بالا باشه به نمو اندازه بیشتر آب داخل بسامات زمین میشه. و سیمی که به چه زمان آب در دریا جریان پیدا میکنه، اگر آب به طور مثال به مدت 3 ماه جریان بکنه مقدار بیشتر آب نفوذ میکنه به طبقات پایین و اگر 1 ماه جریان داشته باشه کمتر. حالا زمین قانونمندی طبیعت ما میتونیم که در شهر کابل استفاده کنیم. به طور مثال ما میتونیم در فاصله هر 500 متر یک بند کوچک یا یک دروازه بسازیم که بتونه جلوه به حساب جلو جریان آب بگیره در موقعی که ما آب داریم در دریا در 500 متر بعد. و این کار بسیار ساده است، زیاد پولم کار نداره، زیاد عقلم کار نداره، فقط طوری باید شود که در وقتایی که آب کیچی میشه آدم بتونه دروازه رو به حساب باز بکنه، جریان باز. در غیر از او در موقعی که آب کمتر است بتونه جلو زیر بند بکنه تا آب در دریا استاد شود و این بتونه نفوذ کنه به دو طرفی بستر و در عمق بستر خود تا که بتونه طبقاتی که در پایین است اونا را سرشار از آب بکنه. این یک پروژه بسیار ساده است، با مصرف بسیار کم ما میتونیم که لااقل همین ساحه را از ساحه که در داخل شهر است و اطراف شهر است تا وجود از این مصیبت نجات بدیم. یکی از مصیبت هایی که ما امیال دوچارش هستیم ایست که چون در داخل شهر یک مقدار زیاد آب استخراج میکنند، آب دیگه باقی نمیمونه که در زیر زمین حرکت کنند. به او خاطر است که مواد کالوده شده در داخل شهر در زیر زمین ای جای در جای میمونن. اگر در اوجا یک مقدار آب بیشتر موجود باشه و اون جریان پیدا کنه، بازی میتونه کثافات و آلودگی رو همشه به طرف پل چرخی بکشونه و در اوجا یک فابریکه تصفیه آب ساخته شه و دوباره میشه که ازش استفاده شه. خب مشکل یعنی یکی از راه های حل همینطور عمده چی است که از این کابوس مردم خود نجات بده؟ به اصطلاح یک وحشتی که از کاهش و کمبود آب آمده
یعنی هم ما شما مطمئن ما امیر دمیق این امیر لازم میخوام خدمت شما بارز برسانم. شب یکی از پروژه هایی که میتونه این مشکل تا حدود زیاد حل بکنه اعمار یک بند آبگردان است در منطقه شاتوت در جنوب غرب کابل، این منطقه گلباغ و فرقه ریشخور کس اینی سا است. و ای از زمانهای بسیار سابق هم سروی شده بود تا حدود حتی از زمان داود خان، و حال در روزای اخیر جمهوریت کار از هم شروع شده بود که به کمک دولت هند ساخته می شد بله و بلندی از تقریبا 90 متر است، عرض 60 متر است، این ظرفیت 146 میلیون متر مکعب آب داشت و قرار بود که از امی بند 5 کانال کشیده شود کم برای بیاری باشه و مخصوصا یک کانال از این صرف بخاطر آب آشامیدنی نیست که میتونست برای 2 میلیون نفر آب تهیه بکنه. در دریای کابل حد اوسط تقریبا 100 میلیون متر مکعب آب جریان داره در وقتای به صورت اوسط اگر آدم در نظر بگیره، و یکی از این راه است که میتونست این کمبود آب رفع بکنه. گذشته از این که این 4-5 کانال که جا کنده میشد کانال های آبیاری بود، از این کانال ها دوباره آب واقعا نفوذ میکرد به طبقات آبگیر و سطح آب در چاه ها دوباره بلند می آورد. یعنی در واقع ما با این کار یک تیر دو فاخته میشه، از یک جانب در کانال مستقیم که آب میاره مشکل آب آشامیدنی کم میشه و دوم از طریق زراعت یک مقدار زیاد آب دوباره به طبقات پایین نفوذ میکنه و سطح آب زیرزمینی را در چاه بلند میاره. یعنی یکی از اقدامات که شوه نمی پروژه بند شاتوت تکمیل شوه و یک در تغذیه آبی کابل تاثیر چند درصدی داره مثلا؟ البته درصدیش ما محاسبه نکردیم، ولی همه خبرتان بگم که اونمو سرسبزی کابل دوباره احیا میشه، آب کافی بر مردم پیدا میشه برای زراعت و آبیاری و برای نوشیدن. و البته به تنهایی مگم کفایت نمیکنه برای 6 میلیون نفر، باید که یکی دو سه پروژه دیگه هم در نظر گرفتش. ما اورم خدمت شما عرض میکنم یکی از پروژه که میتونه مقدار آب در کابل زیاد بکنه ایست که دریای کابل و دریای هلمند از هندوکش سرچشمه میگن یا با هم دیگر بسیار نزدیک هستند در قسمت سرچشمهشون، و این ممکن است که از دریای شما دی تصویر بهتر میبینین، این کابل چاریکار یا بیسود این نوایی سرچشمه دریای کابل است یا دوربر دریای هلمند است، رودخانه هلمند است. یه بسیار امکانات از این موجود است که آدم یک مقدار از آب هلمند انتقال بده به دریای کابل و دوباره او را در شهر کابل در جای دوباره از او استفاده بکنه. یعنی بسیار طولانی نیست ایزیاد طولانی نیست، یک معبر بسیار کم است، کمتر از 2 کیلومتر است تا جایی که ما خبر دارم. اوجه میشه که یک معبر کشیده شود که اینمی یابه که تقریبا از یک فاصله 60 کیلومتر می اینمی یک مقدار شدت شود در دریای کابل و او دوباره به کابل رسانده شود و دو استفاده شود. رای دومی که برازی مویسر است که یک مقدارش در فاصله دورتر به دریای لوگر انتقال داده شود یا رهنمایی شود. با اینمی آب که در دریای لوگر زیاد میشن این در قسمت سنگ نوشته دوباره از دریای لوگر گرفته شود و انتقال داده شود به مناطق شاهشهید و کارته نو و چیوکی و این مناطق کمبود آب داره. این مقدور و ممکن است و پیش تکنیک و تکنولوژی امروز این فقط مثل یک کاردستی وارست، یک مشپول البته نیاز است، ولی سرازی متاسفانه فعلا کار نشده. در گذشته ها سرازی یک فکر حتی در زمان عبدالرحمن خان و در زمان شیرعلی خان و حبیب الله خان هم سرازی یک فکر شده بود، ولی اوضاع نابسامان افغانستان نموندن که این پروژه به ثمر برسه. امان الله خان هم میره در زمانش در نظر داشت که در نظر که چی کنه می کارم بکنه، ولی آشفتگی هایی که در داخل افغانستان بود متاسفانه باعث سازی شد. بله. پس دریای پنشیر چی کمک میتونه؟ اما حال در پروژه دیگه او را خدمت شما عرض میکنم و او از این قرار است که شما اگر از بلندیان تماشا بکنیم به طرف زمین شما میبینید که این دریای پنشیر است و این هم دریای کوکچه است. دریای کوکچه و پنشیر در نمی نقطه که با نام کوتل انجمن یاد میشه از هم دیگر جدا شدن و در نمی ساعت تقریبا در فاصله 70 کیلومتر واره یک سایه آبگیر است که از بر دریای کوکچه آب جمع میکنه به حساب. در اینی جه امکانات از این موجود است که یک مقدار از آب کوکچه را رهنمایی بکنن به دریای پنشیر و این را دوباره در قسمت گلبهار از دهنه پنشیر انتقال بدن به طرف کابل. او را در این تصویر یک مقدار روشنتر دیده میشه. این دریای کوکچه است به خاطر آب فراوانی که داره هر سال سواحل خود تخریب میکنه
و هم دریای پنشیر است و هم کوتاه انجمن است. اینی آب که تقریبا در اینی جاست اینی میشه که راهنمایی شده به طرف دریای پنشیر و سرانجام در منطقه گلبار از این استفاده صورت بگیره. در گذشته هم تا جایی که بر شما معلوم است این کار صورت گرفته، چنان که از دهنه دریای پنشیر به حساب کانال پروان کشیدن، این فکر میگم چینایا کشیده بودن در سالهای 1970 این وقتا بود، به نام کانال پروان مشهور است. جالب توجه است که ارتفاع زمین در منطقه دهنه پنشیر و کابل تقریبا این ارتفاع است، ولی از دهنه پنشیر تا منطقه قره‌باغ یک میل وجود دارد. بنابراین آب از منطقه دهنه پنشیر تا قره‌باغ نزدیکای قره‌باغ با قوت جاذبه زمین خودش حرکت میکنه، ولی بین قره‌باغ و کوتل خیرخانه باز یک بلندی است که اوست سطح از او یا ارتفاع از او بالاتر از ارتفاع از این کانال است. از او طرف او سر خود رفته نمیتونه. این حال دو امکان موجود است. یک امکانی است که در پالی از یک کانال دیگه باید کنده شد و ایش که ظرفیت خود زمین را باید بالا ببره. رای دیگه ایست که ایجا یک پایپلان کشیده شد و این پایپلان از دهنه پنشیر شروع شد و بالاخره بر تا کانال تا خود کابل برسه و این در اثر فشاری که در دهنه پنشیر باید تولید شد یا بتونه تا کابل برسه. در صورت که پایپلان کشیده نشه، در او صورت در منطقه قره‌باغ در یک جای باید آب به ارتفاع بلندتر پمپ شود، یعنی به حساب یک استیشن پمپاژ به وجود بیاد و باز بعد از آب انتقال پیدا کنه به او طرف کوتل خیرخانه. این حالی خود چیزایی است که مثلا از نظر تخصصی شما تشریح کردن، اینا در کوتاه مدت مثلا اگر همین چیزایی که گفتین عملی شوه و دفعتاً به مشکلات کابل رسیدگی شوه، در کوتاه مدت اگر اقدامی هم صورت بگیره چقدر وقت میگیره؟ این وابسته به ایچ که میره چه رقم مدیریت میکنن. ما یک شب در تلویزیون دیدم که یک پول بسیار کلان در چین خراب میکنن، 179 تا اکسکاواتور آمده بود در ظرف 3 ساعت مو پول از بین بردن خلاص. و یاد شما باشه وقتی که مرض کرونا آمد در چین، در ظرف یک هفته یک شفاخانه 1000 بستر ساختن در ظرف یک هفته. و این کارایی که ما هم دیجا میکنیم اگر با می سرعت خود کنیم، این بسیار وقت در بر میگیره و اگر می درست مدیریت شوه و یک مقدار در فشار قرار داده شوه، فکر میکنیم که در عرض 3 سال 4 سال یا آباد میشه. هر دو پروژه را که اینجا طرح کردن در منطقه شاتوت مطابق برنامه است و تقریبا 5 سال دوام میکنه، ولی او پروژه نسبتا کلانتر است و با این مشکلاتی که ما دامنگیرش هستیم 3 سال 4 سال 5 سال زیاد وقت طولانی نیست، ولی باید یک کار صورت بگیره پیش از اینکه مردم از تشنگی به قتل برسند. یعنی اگر کار صورت نگیره و خود دفتن خود کشور دستخوش نابسامانی است یا از یک حاکمیت عبور میکنه به دیگه حاکمیت، یک رقم پراگندگی، یعنی انتظام درست در سطح دولت و اداره هم نیست. این اگر چیزایی که شما گفتین در علل اجالت به خاطر رفع خطرات قحطی آب و آلودگی آب در کابل صورت نگیره، چی چیزی ممکن است پیش بیاره؟ یک سلسله اقدامات دیگه ممکن و میسر است و اویست که در دو طرفی دریای کابل در چندین جای باید که تنواله کنده شود، یعنی چقره بسیار کلان و در مواقعی که دریای کابل آب دارم این را دمی چقره باید روان بکنن که اوجا یا آبای زیرزمینی را تقویه کنن، ولی زیاد جای نمیگره به دلیل از اینکه نفوس فوق العاده زیاد است. 6 میلیون نفوس بسیار زیاد است برای یک شهر کوچک و اگر اقدامات صورت نگیره نتیجه آخرش این نمیست که مردم مجبور میشن که از کابل کوچ کنن. شاید همی یکی از سیاست های دولت باشه کس نمیتون، ولی بر صورت ما این کوچکشی ها رو دیدیم. اگر یاد شما باشه در سال 2008 منطقه قادس در بادغیسات به طور مثال یا در فاریاب هزارها نفر منطقه رو کوچ کردن برای اینکه هاو نبود، یا در سال 2018 مردم بلخ و تخار جای را ایلا کردن به مناطق دیگه رفتن که یک مقدار آب موجود بود و این مصیبت مردم کابل تهدید میکنه. دیر یا زود یا آمدنی است به دلیل از این فاکتورهایی که من خدمت شما عرض کردم. من از یک طرف بارندگی کم و کمتر شده میره سال به سال، از طرف دیگه نفوس زیاد میشه، ضرورت به آب زیاد شده میره، از طرف دیگه هوا گرم شده میره، هر مقدار که هوا گرم شده میره به اونم اندازه تبخیر بیشتر صورت میگیره. کل از این عوامل باعث از این میشه که کمبود آب روز به روز زیادتر شده میره. ما این تصویر در نخست خدمت شما
فرض رساندم که نمی کتله کلان یا که به نام زبانه کابل یاد میکنن، ای در زیر هندوکش مدره و در ایج یک تای بسیار یک فرورفتگی بسیار کلان بوجود آوردن و ای فرورفتگی کلان در اینی سا هست بین منطقه یعنی چای شما کار بگید 70 میلیارد متر مکعب آب داره؟ 70 نه 2 میلیارد، 2 میلیارد متر، 2 میلیارد. خب 2 میلیارد. 2 میلیارد و ای هم یک رقم بسیار گزاف است، رقم فوق العاده کلان است. دلیلش هم است که اینجا تقریبا 1000 متر طبقات آب گیرنده موجود است، 1000 متر دمی سا و سا هم نسبتا کلان است که از منطقه چارکار و جبل سرات شروع میشه تا کوهستان و منطقه محمود راقی و بگرام تا این مناطق میرسه. خوبی از این ساعت دینمی است که شما اگر از یک جانب از آبای زیرزمینی استفاده کنید، از جانب دیگه همزمان یا دوباره تغذیه میشه توسط دریای پنجشیر و سالنگ و غوربند. یعنی کلانتنی خوبیش دینمی است. در آلمان یک قاعده است، میگه شما اونم قدر آب میتونین از طبقات آب گیرنده بگیرین که دوباره از نو بوجود میاد. اگر شما این کار نکنین طبقات به کلی از بین میره بشه. به مو بله خاطر سنجش میشه که چی مقدار آب نو بوجود آمده و ما تا کدام پیمانه اجازه داریم که چی مقدار آب از استخراج بکنیم. در متاسفانه در تمام پروژه هایی که در داخل کابل بوده اصل هیچ وقت مطرح نشده، بلکه همیشه چقر چقرتر چا کندن، مخصوصا جنگ سالارا که موتورای کلان که با آب آشامیدنی موتورای خودم میشوشن به طور مثال، یا با آب آشامیدنی زراعت میکنن. اینا همش نواقصی برکار میشد. ای تو در کابل کدام تشخیصی نبوده که با آب آشامیدنی ای کار بکنی ای کار نکنی؟ نه، فقط هم چای عمیقه که میزد و واتر پمپ آب و فواره میزد، در هر چیز استفاده میشد، در زمین های داخل خانه ها را، در تو کلش آبیاری را او پاشی را، بله. همه چیز میشد. خب به عنوان نتیجه جنبندی صحبت ها، با بیننده های ما که مردم کابل به طور خلاصه و فشرده، یعنی از سرجم صحبت هایی که انجام دادیم اگر جمع بندی بکنیم، یعنی صحبت شما بر از اونا چی است؟ یعنی چی باید بکنن و چی چیزی در انتظارشان است؟ ما یک بخش از جنبندی رو نوشته کردیم خدمت شما میخونم. مورم استفاده معقول و دوامدار از منابع آب، آب آشامیدنی و آب زراعتی به قدر کافی وجود دارد. این آب ها میتوانند با آسانی مورد استفاده قرار گیرند. امکانات ذخیره آب و تولید انرژی برق به دسترس است. شهر کابل میتواند از نعمت آب مستفید کردند. در این رابطه مدیریت آب اهمیت زیاد دارد. تامین آب صحی آشامیدنی از شایع امراض جلوگیری میکند. تامین آب صحی آشامیدنی یکی از حقوق بشر است. این مکلفیت ماست که راه علمی و عملی این معضله حیاتی را جستجو کنیم. آقای مامون، ما در این رابطه بسیار امکانات داریم. سر از این کودا فعلا تیره و تار معلوم میشه، ولی ما امکانات از این داریم که با کارگیری همین پروژه ها و یک تعداد پروژه های دیگه هم که هست، از یک جانب از این جلوگیری بکنیم و از جانب دیگه ما برای مردم باید بفهمونیم که در مصرف آب یک مقدار صرفه جویی کنند و ما ناگزیر هستیم. در بعضی کشورها از آب 5 دفعه 6 دفعه استفاده میکنند و مردم مکلف است که در هر جایی که زندگی میکنند در مصرف آب باید تا حدودی را صرفه جویی کنند، ولی از توان مردم نیست که خونه خودشان برن و این پروژه را تطبیق بکنند. یگانه کاری که ما میتونیم در هر جایی که هستیم که سر محیط زیست فکر کنیم که تخریب نشه از بین نره، سایه سبز باید از بین نره. اگر بتونیم نهالشونی کنیم، مخصوصا که نمیال وقتش است و بتانیم در مصرف آب صرفه جویی کنیم. در غیر از این صورت اگه مصیبت بیاید تا جایی که ما میبینیم یا مدنی است، متاسفانه مجبور هیچ مردم هیچ راه دیگه ندارن جودی که از کابل برن و مناطق دیگه برن که زندگی خود اثر شروع کنه با 1001 مشکلات و جنجال. یعنی شهر کوی پایتخت در خطر به اصطلاح متروکه شدن است؟ البته کل مردم نه، برای که آب کفایت نمیکنه، برای یک جمع کوچک شاید کفایت کنه، ولی 6 میلیون انسان با این مصرف زیاد به هیچ وجه نمیتونه که تکافو بکنه. تا جایی که ما در محاسبات دیدیم این میال افغانستان یا کابل روزانه به 500 هزار متر مکعب آب در یک روز نیاز، در یک روز ما این محاسبه بکنیم برای 6 میلیون انسان و برای زمین ما هیچ منبع نداریم، بسیار کم منابع داریم که یک مقدار هم که هست اونا به مصرف رسیدن. چنانچه ما پیشتر خدمت شما عرض کردم 90 میلیون متر مکعب آب که در حوزه فروفتای پغمان بود که مرکزش علاودین است که اونجا چای شاروالی اکثرش دمونجا است، با اماق 20 و 30 40 متر
اونم اکثر دال چیز است به انجام رسیدن، دیگه چیز نمونده ده اوجه. بارندگی هم که صورت گرفته طول هم یکی دو ماه اخیر یکم و بیش بوده، که متاسفانه قضیات نبود که بتانه این طبقات زخیم که از آب آری شدن خشک شدن به حساب که اولی را تر کنه که از آب مجبور شود تا که آب بتانه نفوذ کنه به طبقات پایین برسه. از این را گذر این مکلفیت دولت است که باید این مشکل مردم حل بکنه. ما امیدوار هستیم که کسای دیگه هم در این مورد زیاد فکر کردن، اندیشه کردن، اونا هم اگر بتونن یک روز بیان در این مورد امرای شما صحبت کنن. آقای محمود، در اخیر ما یک جمله دیگه میخواستم بگویم. وایزی قرار است که یک بخش دیگی از این مشکل احیای مجدد کاریز هاست. در افغانستان تقریبا 6500 کاریز موجود است. از این جمله 6000 از یا ترک شده یا خشک شده یا ویران شده. بعد این مورد یک یعنی نظر کار. شش هزار کاریز در سراسر کشور کور شده، خراب شده. بله، یا ترک شده برای یک چای عمیق کندن اینجا، یک چای عمیق میتونه که 100 کاریز خوش کنه، و یا ایست که مردم کاریز رو به ایلا کنن ردش ایوادش یک جای چا کنده، و یا ایست که مردم کوچ کده کاریز رو غلطیده پاکاری نشده لایروبی نشده. دلایل مختلف داره، ولی از مجموع 6500 کاریز تقریبا 6000 ازی راکت شده یا از فعالیت مانده، از کار مانده، در حالی که بیشتر از 1000 سال در جامعه افغانستان منابع ستره آب آشامیدنی و آب زراعتی بود و در بسیار جایا تنها و تنها یگانه منبع آب امی کاریزا بودن. طور مثال در زمین داور قندهار که منطقه بسیار سرسبز است، یگانه منبع آب از اونا آب کاریز بود. در صفات شمال مملکت هم همینطور است. او هم یک بحث جالب است که باز اگر علاقه مندی بود میشه که سر احیای کاریزا در افغانستان صحبت بکنیم. من پیش از اینکه یادم بره، ما با کمک دکتر صاحب رفیق پور که استاد پوانزه جیولوژی پانتون بن است، یک کتاب نشته کرده مشترک به نام مشکلات کمبود آب در شهر کابل و اهمیت احیای کاریزا در افغانستان. بله، در نمایه دیده میشه. آدمی لینک اینه مجه است، اگر کس خواسته باشه میتونه کور دانلود کنه، او رایگان است. یا اگر دانلود کار نکرد اینمی نامه که در چیز بزنین در کامپیوتر یا در اینترنت او کتاب میاد. و بسیار کسایی که علاقمند هستن به این مورد میتونن که بیشتر مطالعه بکنن. من قبلا نیده به سال 2019 به وزارت آبیاری و بخشین وزارت آب و انرژی برد موجه و بر از اینا پریزنتیشن هم دادم، کل مسئله هم تره کنن. اونا هم علاقمند شدن ولی بالاخره جمهوریت سقوط کرد و کارا صورت نگرفت. بسیار تشکر. آقای مامون، با ما شما تشکر میکنم که قدر وقتتان تشکر از شما جناب دکتر عبدالحنان روستایی، متخصص و علوم طبیعی و زمین شناسی، ساکن در آلمان. تا بحث بعدی که ما کوشش میکنیم که نکات به سلام موارد اساسی را باز هم در این رابطه دنبال بکنیم، ما شما را به خداوند بسپارم و از بینندگان گرامی مردم کابل سپاسگزار هستم که این برنامه ما را دنبال کردند.